خب بینندگان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز جمعه 27 نوامبر سال 2015 میلادی با هم هستیم، اوقات بهتری داشته باشید. چند دقیقه برنامه رو دیر شروع کردیم، دلیلش هم برنامه خوبی بود که قبل از این برنامه گذاشتیم و به صحبت‌های آقای اسماعیل یا اسماعیل وفا یغمایی گوش دادیم که خیلی جالب بود. در موقعی که این برنامه پخش می‌شد، دو نفر از دوستان که احتمالاً از یه جا بودن تماس گرفتن و گفتن که آقای سوربی، خود شما بارها گفتید افرادی که در یک سازمانی بودن، مثلا آقای سازگارا با آخوندا بوده، با پاسدارا بوده و اینها بعدن که میان ماها نباید اینها رو به اصطلاح خیلی قبول داشته باشیم. حالا چگونه است که افرادی مثل آقای همنشین بهار، ایرج مصداقی یا افراد جدا شده یا این آقای شاعر و نویسنده که حتی خودش میگه من مداح رجوی بودم، امروز برنامه هاش رو پخش میکنید. ببینید دوستان، ممنونم که این رو شما عنوان کردید تا من بتونم در موردش توضیح بدم. یه عده هستن میان مثل آقای رزاقی، مثل آقای کرمی، مثل دیگر دوستان، آقای حسین نژاد، آقای راستگو، و میگن که ما رفتیم با باور و اینها و اون موقع جوان بودیم، فکرمون ایدمون این بود، بعد هی که بیشتر به اصطلاح متوجه شدیم و اینجا میگن مچور عاقل‌تر شدیم، فهمیدیم که این راه که میرویم به گورستان است و برگشتیم. چه اشکالی داره که من و شما حرفاشونو گوش بدیم تا زمانی که اینها امروز نمیان به شما بگن که ما یه سازمانی درست کردیم، شما بیا این کار رو انجام بده و بخوان که شما عضوش بشید یا پیشگویی کنن. مثلا آقای ایرج مصداقی، شما نگاه کنید، کسی که سالها خودش بلنگوی مجاهدین بوده، امروز وقتی میاد هنوز هم این فکر میکنه که پیشگویی میتونه بکنه و میفهمه. اینجوری نیست. دوستان دیگه همشون میگن ما اشتباه کردیم و داریم به شما میگیم که اشتباه کردیم، شما چنین اشتباهی نکنید. بذارید من صدا اینو باز کنم ببینم که کجای کاریم و چه میکنیم. اجازه بدید یک لحظه ببینیم که چی هست. بله، در هر صورت من فکر میکنم که هیچ اشکالی نداره صحبتهای اینا رو بشنویم، حتی صحبت همون آقای محسن سازگارا، حتی صحبت آقای ایرج مصداقی، و خودمون تحقیق کنیم، بعد ببینیم که اینها به اصطلاح حرفی برای گفتن دارن یا نه. خداییش حتی اگر امروز اینها یه سازمانی رو تشکیل میدن، شاید بر اثر اون اشتباهاتی که کردن امروز بتونن اون اشتباهات رو ازش تجربه گرفته باشن و به صورت صحیح ازش استفاده کنن و درستش کنن. در اصل این پاسخ من هست، ولی یادتون باشه منم همه چیز رو نمیدونم، منم مثل شما هستم، اینها رو اصلا باشون آشنایی نداشتم. یه سری دوست مجاهد داریم، آمدن گفتن که ما مظلومیم، به همون ظلم شده، رفتیم از اونها حمایت کردیم، بعد دیدیم بابا اینا هر کسی که باهاشون همراه باشه، هر کسی که نردبون باشه، اینها برن دوزی آدم خوبیه. هر کسی که گفت آقا من دیگه خسته شدم، شما پاتو گذاشتی روی شونه من و داری این کار مثلا انجام میدی، فوری میگن این جاسوسه، این مزدوره، و هیچ ابایی هم ندارن به دوستانشون، به اقوامشون، به فامیل خودشون هم به اصطلاح تهمت بزنن. در اصلت صحبت از مجاهدین رو اجازه بدید کم کنیم و برنامه های کانون آوا به غیر از اینکه روزهای جمعه ساعت 12 پخش میشه، هر روز هفته هم باز پخش میشه تا جمعه هفته آینده. و اما امروز ششم آذر ماه 1394 هست، یک سر به روزنامه ها و نشریات ایرانی میزنیم ببینیم در ایران چه خبره. از طرفی دوستانی که لطف میکنن مقاله‌ای رو میفرستن،
ازشون تشکر میکنم. از خانم شایسته الهامی تشکر کردم که مجله خبر رو مجله هفته رو فرستاده بودن و شما را دعوت کردم برید اون رو ببینید و به قول معروف از وبسایت هفته دیدن کنید. اگرم دوست داشتید باشون تماس بگیرید، مقالاتتون چون نوشتن دعوت به همکاری میشه و مقالاتتون رو بفرستید، نوشتهاتون رو بفرستید، اونها هم احتمالاً چاپ میکنن، یا بهتر بگیم اونها حق دارن که چاپ کنن یا چاپ نکنن. و اما بذارید برنامه ها رو طبق روال معمول ببریم به پیش و ببینیم که در ایران این نشریه های ایرانی چی میگن، حرف حسابشون چیه. اونجا الان روز شنبه است، هفتم آذر ماه، و یک لحظه من وقت بدید این تصویر رو تنظیم کنم به روی این نشریه آرمان. بله، خب آرمان امروز گفته که هشدار رهبر انقلاب به نفوذ جریانی. صد بار ما گفتیم آقا این آقا رهبر انقلاب نبوده. بذارید ببینیم این دوستانی که زنگ میزنن بگیم که لطف کنن پیام بذارن. آقای خامنه ای رهبر انقلاب نبوده. الان شما میتونید بگید رهبر دینی عقیدتی، ولی این غلط. و اما آرمان امروز نوشته که دوقلوی بابک زنجانی به کانادا فرار کرد، این بار اختلاس 160 میلیارد تومانی. کانادا بهشتی شده برای اختلاسگران ایران. و اما سرپرست سابق وزارت علوم خواستار شکایت از وزارت علوم احمدی نژاد شد. وزارت علوم علیه وزارت علوم. اینها هم تا موقعی که اونها در صدر کارن همه خفخون گرفته بودن، حالا این اونو سو میکنه، اونو شکایت میکنه و وقت مردم رو به اصطلاح تلف میکنه. از قدیم ما ضرب المثل داشتیم که گفته و میگه که سگ زرد برادر شغاله و میگفتن دستی به هم در آرند فرقی با هم ندارند، یه چیز اینجوری. و اما آفتاب گفته که رهبر معظم انقلاب در دیدار بسیجیان استفاده جناحی از نفوذ اشتباه است. جالب اینجاست که از طرف ایران الان میانجیگری میکنه بین ترکیه و روسیه. میدونید که جدیدن بعد از اینکه روسیه رفت، اون کاروان تانکرهای سوخت داعش رو زد و به آتش کشید، ترکیه هم یکی از هواپیماهای جنگنده روسیه رو پایین انداخت و گویا خلبانش هم زنده مونده و یکشون فکر کنم کشته شده، یکی زنده مونده. در هر صورت حالا اینها رفتن به اصطلاح میانجیگری میکنن. حتی دیروز اینجا جوکی بود، روز تانکسگیوینگ در آمریکا، روزیه که بوغلمون میخورن. اینجا به بوغلمون میگن ترکی و فکر کنم اسپلش با اون ترکی ترکیه فرق میکنه. در هر صورت دیروز جوک روی اینترنت به این صورت بود که آقای اوباما زنگ زده به پوتین گفته که شما یا تو برای تانکسگیوینگ چی خوردی، چی نوش جان کردی؟ اونم گفته ترکی. البته این جوکه میگم در آمریکایی یا زبون انگلیسی درست در میاد، در ایرانی مقداری بیمزه است. ابرار گفته که مشارکت آلمان در عملیات نظامی علیه داعش و درباره اون کاروان بنزینی و مواد نفتی که داشته میرفته، همه گفتن از خودتون بپرسید اینا از سوریه به کجا برده میشده، به کجا فروخته میشده؟ به آمریکا و اروپا که فروخته نمیشده، به عراق و اردن این ناف فروخته میشده. میدونید که ببخشید عراق نه، ترکیه و اردن. بعد میگن ترکیه که میدونید سالها پیشم از ایران سوء استفاده میکرد، گازوئیلای ارزون رو. حتی یه شهری درست شد به نام دیزل آباد، دیزل و گازوئیل ارزون دولتی رو میخرید و اونجا به اون چیزای اروپایی و اینها میفروخت به نرخ بسیار گرون. خطر شکلگیری بازار هیجانی، رکورد تاریخی قیمت دلار شکسته شد، مدل جدید قراردادهای نفتی امروز رونمایی میشود و ابتکار گفته اصلاحات
حراسی اصلاحات حراسی انتخاباتی، بعد نمیدونم ابتکار از پشت پرده توهین و اینا، مثلا روی قرمز با سفید مینویسه، خودم هم که قربونش برم چشامون دیگه ضعیفه، با عینک هم درست نمیتونیم بخونیم، فارسیمون هم بد شده و دیگه نمیدونیم چه باید کرد. تشکیل جبهه رهروان ولایت در حاله ای از ابهام. روزنامه اعتماد گفته که هاشمی عنوان کرده که اسفند می آیم. هاشمی رفسنجانی برای انتخابات خبرگان اعلام آمادگی کرد و باز این هم اعلام میکنه که مشابه بابک زنجانی گریخت. من اول فکر کردم یه شخصی مشابه این بوده، این زندان مندان و این دیوونگی هایی که این در می آورده و اینها تو دادگاه اون بوده، بعد نگو که مشابه از لحاظ دزدی ها، از لحاظ سوء استفاده هایی که از دولت کرده. و اما این نوه آقای خمینی گفته که بیکاری و فقر مهمترین مشکل مردم است. اگه اشتباه نکنم این همین کسی بود که اینجا هم آمد و یکی دو روز گویا با آقای رضا پهلوی این ورور میپریدن و چلو کباب نوش جان میکردن، بعد فکر کنم اونم دید که آقا این رضا پهلوی مرد عمل نیست و گفت بابا برم دنبال کارم، برگشت ایران. تأثیر مثبت بهره برداری از راه آهن گیلان بر اقتصاد منطقه. افزایش حجم تجارت ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار. شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف، توسعه و تولید ابلاغ شد. من این جمله ها رو که میخونم بعض وقتا میگم فارسی اونجا اینقدر عوض شده که دیگه ما نمیفهمیم، یا اینا بد مینویسن یا ما بد میخونیم. من اینو نمیتونم، شما ببینید این درسته؟ شیوه نامه نحوه تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف، توسعه و تولید ابلاغ، نمیدونم والا. تشدید اقدامات سیاسی و اقتصادی روسیه علیه ترکیه، مثل که گفته بود ازشون مرغ و اینها نمیخریم و خب سالیانه کلی به ضرر ترکیه میشه. روحانی گفته منابع مالی و تسهیلاتی داعش را قطع کنید. خب این حرفی که همه میزنن، میگن آقا چجوریه که این آقای آمریکا، CIA، پنتاگون با ماهواره‌هایی که دارن نشون میده که توی فلان کشور یه نفر مال القاعده، مال داعش، مال طالبان داره با یک حیوان، خر، الاغ، بز داره به اصطلاح عمل سکسی انجام میده، ولی نمیبینن 150 تا کامیون، 150 تا پیکاپ تراک با اسلحه و اینها دارن اینور اونور میرن. اینها هم خودشون دروغ میگن. باید از ظرفیت بسیج در اقتصاد مقاومتی استفاده شود. این آقای خامنه‌ای هم ولکن این اقتصاد مقاومتی و نرمش چی بود، ماهرانه بود، شاطرانه بود، چی بود، دست بر نمیداره. و اما نیروهای گشت ارشاد کارشان را قوی تر شروع کردن. بازگشت دوباره ونها، این همین اینجا مثل تو ایران هم مثل اینجا میگن ون، به این ماشینایی که نه ماشینن نه مینیبوسن نه اتوبوسن، بین ماشین و مینیبوس 6-7 نفر توش جا میگیرن. یه مش خانمای زشتی که عقده زنای زیبا رو رو دارن، اینها رفتن استخدام شدن و کارشون شده این که بیان این دخترها و زنها رو بگیرن. حالا من نمیدونم اینا اگه به خدا باور دارن که تو رو سننه، بذار خدا خودش چیز کنه. استفاده جناحی از نفوذ اشتباه است و میبینید که شما 2-3 تا از روزنامه های ایران رو بخونید، حقیقتا چون روزنامه های ایران تحت کنترل دولت هست، چیز دیگه‌ای ندارن که بگن و همش تکرار مکرراته و مثل اینجا نیست که هر کدومش یه خط مشی داشته باشه. ناگفته نمانه که متاسفانه توی آمریکا هم خط و مشی که اینها یا خط مشی که اینها دنبال میکنن، خط مشی همون صهیونیستا هست و یهودیایی که دنیا رو به خاک و خون کشیده و هنوز هم دست بر نمیداره. فیلمسازی کیارستمی در چین، آقای غلام حسین ساعدی سوژه یک مستند. من پاریس که رفته بودم
قبر ایشون رو نتونستم پیدا کنم. دوست داشتم که همون جوری که رفتیم و زیارت کردیم قبر آقای صادق هدایت رو، غلام حسین ساعدی رو هم به اصطلاح خودش رو که ندیدیم اقلا قبرش رو ببینیم. تحریم اقتصادی آنکارا فاز اول انتقام مسکو، کسری درآمد 18 هزار میلیارد تومانی دولت در 6 ماهه اول، یارانه ایرانی رفاه اروپایی، تلنگری برای نجات یارانه از سرنوشت نفت. چرا اهداف تشکیل مناطق ویژه محقق نشد؟ مناطق آزاد را دریابیم. مناطق آزاد دارن، مناطق ویژه دارن. خطر نفوذ جریانی و شبکه‌ای. و اما جهان اقتصاد گفته بسته سیاستی پیامی برای بازار سرمایه ندارد. گفتگوی جهان اقتصاد با کارشناس بورس با نگاهی به دوران با تحریم یا پا تحریم نمیدونم. شورای عالی مبارزه با پولشویی در آستانه تأسیس. و اما نوشته که تولید مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی از ساخت و ساز در کل کشور جلو افتاد. آفرین. مستضعفان چون دیدن دولت براشون کاری نمیکنه و به جز دروغ چیزی بهشون تحویل ندادن، چه از خمینی که گفت خانه نسازید، خانه نخرید، اجاره نکنید، ما همه رو خانه دار میکنیم، چه دولت های بعدی میبینید که این زاغه ها حلبی آبادایی که از دوره شاه شروع شد. الان نوشته تولید مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی از ساخت و ساز در کل کشور جلو افتاد، رشد حلبی آباد. ولی اولین کاری که میکنن یا یه دونه دیش، یه دونه از این سینیایی که میذارن برای ماهواره، میبینید قشنگ این رو هم از همه چی محکمتر کرده. یک بشکه میگیم دیگه، این وقتی میگم بشکه نفت منظورشون اینه، به اصطلاح 55 گالون که میشه بکنم 250 لیتر یا 200 لیتری، بشکه های 200 لیتری رو قشنگ سیمان و اینها ریخته داخلش، این رو هم گذاشته، سیم هم کشیده، ژست هم گرفته. ولی میبینید این وسایلشون، این خونه و این در و زندگیشون و رشد حلبی آباد. و اما تخته بسیج تکمیل پروژه نفوذ دشمن است. جمهوری اسلامی نوشته که بسیج یک گنج بیپایان است، اما باید مراقب آفاتی بود که آن را تهدید می کند. و اما حمایت نوشته 5 به علاوه 1 بین پی ام دی و برجام یکی را انتخاب کند. واکنش مقاومت ایران به اظهارات دو پهلوی آمانو یا آماتو، آمانو فکر کنم باشه. خب این هم ماجرای برجام هنوز ادامه داره تا ببینیم به کجا خواهد رسید. نفوذ جریانی خطرناکترین روش نفوذ. اجازه بدید اینا رو دیگه ول کنیم. مسکن قسطی به بازار می آید. می دونید که بعد از اینکه مردم تحریم کردن ماشینای ساخت ایران رو و گفتن که این ماشین ها هم کیفیت بدی داره و هم قیمتاش خیلی گرونه، الان یه جوری شده که ماشین ها یعنی کارخونه ها به مردم گفتن شما اگه بیاین 7 میلیون تومان بذارید ماشین 25 میلیون تومانی رو براتون قسط بندی میکنیم، باقیش رو با 15% و اینها. دیشب ما اینجا دوستان جمع شده بودیم و این بیچاره های ترکی، همین بوغلمون، گناهشون برگشته بود، دوتاشون رو ما فدا کردیم و نشسته بودیم با دوستان صحبت میکردیم. گاهی وقتا خیلی صحبتایی که با دوستان میشه زد و نقیزه. مثلا یکیشون میگفت که خب الان ایشون بازنشسته ایرانه و میگفت که من 2.5 میلیون حقوق میگیرم، بعد ماشین 25 میلیونه. گفتم والا اون موقعی که ما کارمند وزارت آموزش پرورش بودیم 3000 تومن حقوق میگرفتیم، ماشین رنو 150 هزار تومن بود، رنو 5 150 هزار تومن، یعنی حقوق 50 ماه رو بدون اینکه خوراک بخوری، برو خونه بابات زندگی کن، بدون اینکه کفش بپوشی، حدود حقوق 50 ماه باید میدادیم یه ماشین میخریدیم.
الان شما میگید 2.5 میلیون حقوق بازنشستگیت هست، یعنی اگه کارمند فعال بودی احتمالاً 3-4 میلیون حقوق میگرفتی و ماشین پراید که احتمالاً بهتر از ماشینای پیکان اون موقع است که 6-8 دستی بود، بخاری ایرکاندیشن نداشتیم، کولر نداشت ماشینا، و شما حقوق 10 ماه رو باید بدی تا یه ماشین بخری. من این رو نمیفهمم که تو ایران چه خبره. و از طرفی میبینیم بانک ها به مردم 30% 25% سود میدن. وقتی به یک کسی 30% سود میدی، شما داری بهش روی کاغذ مینویسی میدی که آقا سربی این 100 دلار تو سال دیگه ارزش 100 دلار منهای 30 دلار داره یا 20 چند دلار آمده پایین، به همین خاطر ما سال دیگه 130 دلار به تو میدیم تا ارزش 100 دلار امروز رو داشته باشیم. ولی یک سیستمای اونجا کار میکنه که توی هیچ کاتگوری، توی هیچ چیزی شما نمیتونی اون رو بگنجونی یا به کار بکشی. یکی از دوستان میگه که بعد از برنامه کانون آوا تلویزیون مردم به اصطلاح نشون نمیده. بذارید من ببینم، یه لحظه با ما باشید تا برگردیم و ادامه بدیم. ببخشید از این لحاظ از شما عذر میخوام. خب دوستان عزیز لطف کنید اگر برنامه ما رو به صورت زنده میبینید، الان ساعت 2:29 2:30 هست در شرق آمریکا، در نیویورک و واشنگتن، و شما هم هر جای دنیا که هستید اگر این برنامه رو به صورت زنده میبینید لطف کنید به ما بگید که صدا و تصویر ما چگونه است. خود من اینجا میتونم آزمایش کنم. اگر برنامه ما رو به صورت زنده میبینید بله، الان اگر اون موقع هم اشکالی بوده دوست عزیز باید الان برطرف شده باشه. خب صدا رو ببندید. باز هم خدمت شما میگم که 27 نوامبر هست و برابر با 6 آذر ماه. دیروز اینجا روز شکرگزاری بوده، بهش میگن Thanksgiving Day، و امروز روزی هست که آن مردم آمریکا دیوانوار میرن چی میخرن، برای که فروشگاه ها بهشون میگن ما چیزا رو ارزون کردیم شما هم بیاین، و این ساعت باز شدن فروشگاه ها هی به ترتیب داره زودتر و زودتر میشه. اون موقع ها میگفت صبح، حالا دیگه میگه که صبح جمعه هم نه، شما همون بوغلمونی که نوش جان کردی بلند شو بیا فروشگاه و ما اونجا باز هستیم و آماده خدمت به شما، و مردم هم میرن. حقیقتا خیلی از چیزها هم ارزون میشه، حتی ماشین و اینا هم به اصطلاح حراجای خیلی بزرگ و خوبی بهش میخوره. و اما روز چهارشنبه آقای تیمسار آریانپور مهمان برنامه ما بودن، هم از ایشون ممنونم هم از شما دوستانی که خیلی تشکر کرده بودید، حمایت کرده بودید. بازم احتیاج داریم اگر مایل هستید برنامه ایشون رو حمایت کنید. و ممنونم از منصور از انگلستان و آقای سهراب چمنارا و دیگر دوستان. ولی به قول معروف در شگفتم از دست این دوستان طرفدار پادشاهی، مخصوصا اونایی که عاشقانه واقعا عاشق شاه بودن، دختر جوانی بودن اون موقع، شاه هم خوشتیپ بوده. من میگم این شاه بیچاره باید میرفت هنرپیشه میشد، هنرپیشه خوبی بود، چون بدون اینکه چیزی بلد باشه ادعا میکرد همه چیز رو وارده و ما هم باور کرده بودیم. و این دوستان هنوزم دست بر نمیدارن. مثلا نیه خانم نوشته که آقای آریانپور خب رفته سراغ افرادی که افراد به اصطلاح شایسته ای نبودن. میگم خب خانم نیر خانم، ایشون که یک جوان خدمتکار وطن پرست بوده و دیده داره دزدی میشه، همه رو که نمیشناخته. بعد توی ارتش ما یه چیزی داریم به نام سلسله مراتب، اینجا بهش میگن chain of command. شما روزی که میری تو ارتش بهت میگن اگر یه اشکالی پیش آمد تو نمیتونی بری به فرمانده پادگان بگی، تو باید به فرمانده گروهانت بگی، اون باید به فرمانده گردان بگه، اون باید به فرمانده پادگان بگه، و اگر مستقیم بری پهل اونها تنبیهت میکنن. حتی اگه چیزی که گفته باشی درست گفته باشی میگن رعایت نکردی سلسله مراتب رو.
خب حالا اگه این بنده خدا هر کجا که رفته گفته دیده اونها دزدن، شما باز هم ایشون رو ما چیز میکنی؟ میدونی تو آمریکا و خیلی از کشورهای دنیا بعضی وقتا وقتی که یک دیوانه چی میگن سکسی، از اینایی که مریض جنسی هستن، حمله میکنن به یه زنی، به یه بچهی، به یه پسری، به یه دختری و او رو مورد تجاوز قرار میدن، بعضی خانواده ها، بعضی مردم چیز میگن خب تقصیر تو بود که مثلا اینجوری لخت رفتی بیرون، تقصیر تو بود که اون موقع شب رفتی بیرون. یعنی به جای این که اون کسی رو که این جرم مرتکب شده سرزنش کنن، میان اون بنده خدایی که مورد جرم قرار گرفته یا جنایت قرار گرفته اونو سرزنش میکنن. نایر خانم شما به من بگو اگر شما در نیروی دریایی بودی، میدیدی اینجوری دارن میلیون میلیون پول میبرن، پول میدازن، میرفتی به کی میگفتی؟ وقتی به هر کسی که میگفتی اونم دزد بوده. بابا این شعر که گفتن فکر کنم مال ایرج میرزاست، زمان این آخوندا که نگفتن، که اگه زمان این آخوندا بود که دیگه همه دزدیم، اونم گفته تازه. گر حب شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. اینو کی گفتن؟ خراب بوده بابا. یه من نمیدونم این چقدر مشکلش که شما هم مثل آقای رضا پهلوی بگی بابا جون خراب بود، اشکال داشت، اگه اشکال نداشت که به اینجا نمیرسیدیم. و هم خودتون رو راحت کنید، هم ما رو راحت کنید. اگر خانم مینوی ثقفی، این بانوی آزاده باسواد ایرانی، قبول کنه که اشکال بوده توی اون رژیم، نمیاد دروغ بگه، نمیاد توهین کنه، بعد به خاطر توهین اون آقای آریانپور هم بیاد مدرک نشون بده که بابا بیا این تشویق نامه، این کارهای خوبی که من کردم، این یک لحظه با خودتون بشینید انصاف داشته باشید. باز ضرب المثل حدیثه، نمیدونم چیه، میگه که کلاه خودتون رو قاضی کنید. نمیدونم یعنی چی، یعنی بذار رو سرت نقش قاضی رو بازی کن، یا کلاهت رو بذار، به کلاهه بگو مثلا من همچین کاری کردم، ببین کلاهه چی میگه. من نمیدونم، اگه کسی میدونه این رو برای من توضیح بده. بابا جون انصاف داشته باشی. شاه اگر با سواد بود، با سیاست بود، شجاع بود، به اینجا نمیرسید. رضا شاه اگر همون رضا قلدر قبلی بود، فاسد نشده بود، رئیس جمهور میشد، سلطنت رو قبول نمیکرد که 4 تا آخوند بیان مشروطه رو، یعنی حقیقتاً مشروعه رو چپوندن بهش. نکنید یه دفعه بشینید بگید بابا راست میگن ها، آقا این پدر منه، ولی پدر من رفته به یه کسی تجاوز کرده. قبول کنید کار زشتی انجام داده، درست میشه، ماجرا بسته میشه، میره. اون وقت شما با مخالف دوتاتون یه چی میگید؟ میگید بابا اشتباه بوده، حتی اگه حسن نیت هم داشتن اشتباه کردن، به اینجا رسیدیم، امروز من و تو با هم میتونیم چه کار انجام بدیم که درستش کنیم، نه اینکه تو سر هم بزن. آخه نه یه خانم، شما یه بار شد به من بگید چه اشتباهی کرده شاه؟ فقط میگید شاه از لحاظ زن شانس نیاورد. خانم شانس آورد، یک زنی گیرش اومد که به جای پسر دختر گیرش اومد. شاه سوئیس رفته شما باید میگفت هیچ فرقی بین دختر و پسر نیست، الان که انگلستان ملکه داره و این یه چیز معمولیه. خب منم اعلام میکنم چه فرقی داره، اگه من مردم شهناز بشه، شهنازه فاطمه از کدومشه دخترش، این بشه دیگه، این نمیخواست زن بازی کنه، این زن طلاق بده، اون زن طلاق بده، تأثیر این افریته فرح دیبا بشه. بله فرح دیبا افریته ای بود که به جون این افتاد، شخص کمونیستی که از فرانسه آمد ایران، ایران گرفت، ایران اینو ممنوع الخروج کرده بودن. بابا یکم بخونی، هر کی حرف میزنه فوری فوشش ندید، بذارید صداش شنیده بشه، ببینید چه کار کرد این فرح تو دربار، چگونه اون دفتر فرح پهلوی شد دفتر حزب کمونیست، مرکزی حزب کمونیست. چی بگیم والا، ما خون خودمونم کثیف میکنیم، اعصاب دیگران رو هم چی میگن خط خطی میکنیم، ولی شما حرف حساب تو گوشتون نمیره.
خب تجمع ایرانیان بر سر مزار کوروش کبیر، اولین بنیانگذار مشهور. آها، بزرگداشت 67 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر. دوستان تا کی میخواین به این سازمان ملل حقوق بشر دل ببندی؟ اگر 67 سال گذشته و حقوق بشر و سازمان ملل کارش به اینجا رسیده، آقا شما یه درختی میخری میکاری میگی این درخت گلابیه، طرف هم بهت میگه که گلابی مثلا سال اول فقط شکوفه میده، سال دوم میوه میده، شما میگی 3 سال شد 4 سال شد هیچ خبری نشد، 4 تا شکوفه میده بعدم با بارون بهار میریزه و میره تمام میشه. خب این دیگه درخت میوه نیست، منتظر اون میوه‌ای که شما بودی که بری بفروشیش به فروشگاه ایرانی یا یه نون بربری از بخری نیست. حالا دوست داری به عنوان درختی که سایه میده از استفاده کن، ولی اون چیزی که شما میخواستی نبوده. 67 سال پیش این اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شد، آیا الان حقوق بشر حتی تو کشورهای پیشرفته انجام؟ ببین همینجا شیکاگو پریروزا چه خبر بود، چه قش و قرقی را بود، همینجا تو واشنگتن برید ببینید بچه دانشجو رو چه جوری زدن رو زمین، 4 تا پلیس افتادن روش که خود پلیسا گفتن آقا این دیگه کیه، اینا دیگه این پلیسا وحشی ان، خود پلیس میگه اینا وحشی ان، آبرو ما رو میبرن. خب اینم اعلامیه حقوق بشه. خب بریم ببینیم بعدش جناب آقای سوربی، بله اینو منصور نوشته، میخوام اگه خانم میرو ثقفی ممکن اینجا بهش توهین شده باشه، ولی خانم ثقفی شما یک کاری کردید که اجازه میدید به دیگران بهتون توهین کنن. یک دنیا تشکر برای دعوتی که از تیمسار آریانپور به عمل آوردید. از شخصیت والا، دانش و میهن پرستی ایشان قبلا مطلع بودم و چقدر لذت بردم وقتی دیدم ایشان با چنان وقار، انسانیت و با استناد به مدارک معتبر جواب خانم مینوی ثقفی را دادم. پیامم برای خانم ثقفی که کثیف‌ترین لجن پراکنی را با آن لحن مشمئز در رادیو بیان کردند 2 کلمه است: خجالت بکشید. با احترام منصور. من دارم نقل قول میکنم خانم مینو ثقفی، ولی منم اون روز حقیقتا گفتم که دست از این کار بردارید و خجالت بکشید. خجالت کشیدن اتفاقا چیز خوبیه، آدمایی که وجدان دارن، شرف دارن، از کاری که غلط هست اگه انجام دادن به اصطلاح خجالت میکشن، پس چیز بدی نیست. خب و اما اخبار از سایت پارلمان عراق و عکس‌های از تجمع نوشته‌های افراد رجوی علیه خانواده‌ها جلوی لیبرتی. از اقدامات پارلمان عراق برای دیدار خانوادگی و انتقال ساکنان لیبرتی حمایت می‌کنیم. این موفقیت بزرگ و بی‌سابقه خانواده‌ها را به آنان و عزیزانشان تبریک می‌گوییم. نمایندگان موضوع را با دولت عراق و نیز در جلسات پارلمان مطرح می‌کنند. اطلاعیه مضحک فرقه رجوی علیه پارلمان عراق. خانواده خارج نشین آری، خانواده از ایران نه. فرقه رجوی که همیشه خواستار دیدار نمایندگان پارلمان ها از لیبرتی بود، از تصمیم نمایندگان پارلمان عراق برای دیدار از لیبرتی به هراس افتاده است. نمایندگانی که کمیته رسیدگی به خواسته خانواده ها به ابتکار آنها تشکیل شده کسانی هستند که فرقه رجوی همیشه از مواضع آنها در عرصه سیاسی عراق حمایت میکرد. میدونید که یک کشوری وقتی خوبه که نمایندگانش قدرت داشته باشه. یادتونه چند مدت پیش نمایندگان مردم، حالا یا هرچی، توی ایران میگفتن ما میخوام بریم این بریم بابک زنجانی کجاست، میگن زندانه، درست میگن، دروغ میگن اینها. حالا به خاطر اعتراضاتی که این افرادی که در لیبرتی بودن، در اشرف بودن، انجام دادن، نمایندگان مردم در عراق گفتن آقا ما بیان ببینیم شما تو این پادگان چی کار میکنید، اینا درست میگن یا شما درست میگی. حالا میگه که این رو آقای حسین نجات فرستاده و ممنونم. میگه که به اصطلاح اینها به شور و هیجانی افتادن که دست پا میزنن که چه کار کنن. و اما یک خبر جالب و یک نصیحتی به این آخوندها. آمد نیوز،
میگم که این روزا هر کسی یه چیزی باز کرده یه اسمی گذاشته. وزارت خارجه ایران با انتقاد از برخورد اروپا با پناهجویان ایرانی از آنها خواست به ایران بازگردند. اینو پنجشنبه پنجم آذر گویا ایسنا نوشته، یک مقام وزارت خارجه ایران، برخورد برخی ماموران در مرزهای کشورهای اروپایی. خب آخه یکی نیست، ببخشید اینجوری میگم، به این بیناموسا، به این دروغگوها که وعده آزادی به مردم دادن، بگید که شما آقای وزارت خارجه ایران نمیخواد به پناهندگان بگی که برگردید بیاین ایران، شما کاری بکن در ایران که ایرانی ها از دست شما فرار نکنن، از کوه و بیابان و آب و نمیدونم به هزار بدبختی، خطر تجاوز، خطر کشته شدن، پولهای زیاد دادن فرار کنن بیان به جایی که نمیدونن چه چیزی منتظرشونه. ممنونم از علی شیرازی که این رو برای من فرستاده بود، مرسی. ساعت 2:43 است و اما نوشتن که آقای چمنارا تیمسار آریانپور گرامی سلام، علت فحاشی حسین کمپانی به من و کدورت هم بعضی ها میگن بسیاری از دوستان پهلوی طلبم من جمله اعضای کنگره همبستگی آقای دکتر نصر اصفهانی که هنوز هم عضو هم هستم، کتابی بود که من در 3 سال پیش به نام ایران در زنجیر مثلث نکبت نوشتم. من طرفدار نظام شاهنشاهی و شاه بی اختیار و انتصابی از طرف دولت و تصویب مجلس شورای من طرفدار نظام شاهنشاهی و شاه بی اختیار و انتصابی از طرف دولت و تجویب مجلس شورای ملی هستم که در وبسایت عقاید سیاسیم را به نام ایرانیان متحد united.iranian.com گنجانیده شده، همراه با قانون اساسی پیشنهادی دکتر نصر احمدی و حقوقدانان جنبش سبز، کتاب‌های دیگرم برای دانلود. آقای سهراب چمنانا قربون شکلت برم، کاکو جون، کره کرمونشاهی، ببین شما جمله رو تبدیل میکنی به پاراگراف، آخه این درست نیست. شما بگید من شخصا طرفدار نظام شاهنشاهی هستم که شاه در آن فقط سلطنت کنه یا چیه، من نفهمیدم، بالاخره پادشاهی کنه، حکومت نکنه، بعد دنبالش توضیح بدید. شما اینقدر طولانی میکنید آدم یادش میره راجع به چی بوده. یه دیشب یه دوستی داشت تعریف میکرد و اینها، یه چیزی رو گفت، رفت 2-3 تا موضوع دیگر رو آورد، یکی از اون دوستان بالاخره گفت اون مسئله که اول شما گفتید کجا رفت؟ همه خندیدن، گفتن ایشون همینجوره، هر وقت یه چیزی رو میگه میبره تو کوچه پس کوچه ها، شما یادت میره کجا بودید؟ هیچ وقت دیدید وقتی میری روی اینترنت دنبال یه چیزی میگردید؟ میخوای مثلا یه کفش برای زمستون بخرید، یه دفعه میبینید داری راجع به تویوتا میخونی چون این بغلش تبلیغ اومده، بعد اصلا یادت میره چی میخواستی، بعد کامپیوتر خاموش میکنی میری، بعد یاد میره من رفتم برای کفش زمستونی و پیدا نکردم. در صورت اینجوری آقای سهراب چمنارا اگه دوست داشتید شما میتونید در برنامه‌های ما هم بیاین صحبت کنید درباره هر چیزی که دوست دارید. و اما آقای آریانپور جواب یکی از دوستان رو داده که یه عکسی دوستان الان این ماجرای روسیه و آیسیس و اینها چرا یه مقداری داغ شده، برای که آمریکا میگفت ما نمیدونیم این آیسیس کجا هست، روسیه آمد، شما نگاه کنید مگه میشه شما با این همه ستلیت و اینها تو قرن 21 بگید ما نمیدونیم آیسیس کجا. ببینید کاروان این ماشین‌های آیسیس رو که روسیه آمده به آتیش کشونده، ببینید چند تا اینا تریلی های نمیدونم 12,000 چی میگن لیتری، 18,000 تا 80,000 تا، ببینید اینا یه بار دیگه نشونتون بدم. خب معلومه که وقتی این میاد اینو میزنه آبروی آمریکا میره، مردم پیش خودشون میگن آقا پس این آمریکا دروغ میگه که میگه ما نمیدونیم این کجاست، فرانسه دروغ میگه که میگه ما نمیدونیم کجاست، ولی تا 100 نفر تو دیسکو کشته میشن یا توی کنسرت کشته میشن شب تاریک میره پیداشون میکنه میزنتشون، میگه زدیم کشتیم پدرشون در آورد، دروغ میگن. این دروغ خیلی مشکل بزرگی شده. و اما بله
سربی گرامی، مگر شما و من جز این میگوییم که این امرا بودند که اکثر این خرابکاری ها را انجام میدادند و قبل از شاه از ایران فرار کردند؟ آخر سرباز و درجه دار و افسران جوان که بار همه ارتش به دوششان بود و بار را به دوش میکشیدند کاری نبودند و کسی توجه به حرفای آنها نمیکرد. نمونه اش خود من که بارها شکایت کردم و همه به من خندیدند. نگه خانم میگه شما رفتی سراغ آدمای عوضی، شما به ایشون بگو کی آدم عوضی نبود تا من میرفتم سراغ اون، تا بعد بفهمیم اونم رفتی شما دیدید اون دیگه از همه دوستر. تازه من اقلا مسئولیتی به عهده داشتم ولی کسی به من توجهی نمیکرد. ضمناً از آن امرای فراری دیگر کسی باقی نمانده است، همه مردند و این آقای دلسوز چرا در زمانی که آن امرای خائن در این وران و مشغول خوشگذرانی بودند، این آقا و آن پاسبان و دیگرانی که دلسوز بودند مثل یهودی ها که در گوشه و کنار دنیا پدر نازی های فراری را در می آورند اقدام نکردند؟ اگر شعار دادن بد است، پس چرا خود این آقا و عده‌ای این آقا وعده آینده ای را میدهد که دیگر از آن امرای خائن خبری نخواهد بود؟ این را آقای آیانپور نوشتن. حالا آقایی به نام هوشنگ سقایی برداشتن اون روز که ما برنامه داشتیم با آقای آیانپور نوشتن که ما سوال کردیم، همون یکی از قسمتایی که آقای آیانپور گفتون آیا این سوگندی که افراد و پرسنل ارتش یاد میکردن بهش وفادار بودن یا نه. ایشون نوشته که خیر جناب سربی، نه تنها وفادار نبودن بلکه پس از تمام بخور بخورها و به قول گفته گذشته خدایی کردن، خدایی کردن درست مثل سگ تازی که موقع شکار ادرارش میگیره، زمانی که باید جواب آن همه خوشی و خوشگذرانی ها را به کشور و ملت ایران میدادند، فرار را برقرار ترجیح داده و در اروپا و آمریکا مشغول نشخوار کردن بر علیه رژیم گذشته شدند و هستند. نمیدانم اگر رژیم گذشته چنین بود که این جانوران تاج و ستاره بر دوش این جانوران تاج و ستاره بردوش میگویند تا درجه ارتش بودی و یا سپه بودی، چه غلطی در آن نظام میکردند که حالا دارن باد دل خالی میکنند. از همین جناب سوال بفرمایید چطور آن موقع به یاد مشکلاتی که آخه دوست عزیز هوشنگ سقایی، شما دقت نمیکنی، شما آدما رو عوضی میگیری، شما وقتی یه چیزی رو میبینی بر اساس همون دو دقیقه تصمیم میگیری، نمیری تحقیق کنی. شما اگه بری تحقیق کنی میبینی که این آقای تیمسار آریانپور از همون زمانها اعتراض کرده، به خاطر همین اصلا از چیز آمده بیرون از نیرو هوایی. شما یه مقداری تند رفتید و من از این بابت متاسفم و امیدوارم که دفعه دیگه برای وقتی میخوام برای یکی بنویسید یه مقداری هم مؤدب‌تر هم تحقیق کنید اول، بعدن دست به قلم بشید یا دست به تلفن. در هر صورت ایشون میگه که حالا دارن باد دل خالی میکنن، از همین جناب سوال فهمید چطور آن موقع بودن. خب شما اشتباه میکنی، حالا که پشمشان ریخته فیلشان یادن. جناب سربی، متاسفانه در ارتش ایران اکثر خائنین همین امرای ارتش بودند و باقی خادم. من نمیدانم دیگر چه مرگشان بود و چه مقام بیشتری میخواستند. برای نمونه زمانی که شاهنشاه عازم خروج از ایران بودند، در جایگاه سلطنتی پاسبانی که پایین ترین مقام را داشت مشغول گریستن بود. از ایشان سوال کردند سرکار چرا گریه میکنی؟ جواب داد با رفتن ایشان بدبخت خواهیم شد، ولی در عوض ارتش بودهای ما سند ارتش را دو دستی تقسیم کردند به فکر اینکه بعد مدتی به جای رئیس کشور حکومت میکنند. امیدوارم روزی این خائنین جوابگو باشند. هرچه به علت از کار افتادگی فکر نمیکنم چنین فرصت طلایی به ملت رنج دیده بدهند. مرگ بر خائنین ایران در حل مقام و لباسی. شما خیلی چیزا رو درست گفتی ولی درباره ایشون اشتباه میگی. ایشون از اون افرادی که شما میگی جدا است. خودشون گفتن حتی تو همین مصاحبه گفتن روزی که از ارتش استعفا دادن از نیروی دریایی شاهنشاهی 4000 تومان تو حسابشون بوده،
اجاره خونه ای که بعدا خواستن اجاره کنن 4500 تومان بوده. خود ایشون حتی گفتن که در خونه هایی که زندگی میکردن مثل قصر بود و اینها، قید اونو زدن. آخه یکم هم انصاف داشته باشی. شما که اسمت هم اسم ایشونه، ایشون امیر هوشنگ هست، امیر ارتش هم بوده، شما هوشنگ هستی، اقلا یه مقداری از لحاظ هم اسم بودن احترام بذار. به خاطر این احترام برو و تحقیق کن. خب اخبار و گزارشات کارگری 4 آذر 1394، شانتاج حراست و مدیریت شرکت واحد، این را آقای ذوالفقاری تغییر داده، به نظر من خیلی قشنگتر درستش کرده. بذارید براتون بگم، نشریه‌ای که میفرستن حتی به زبان آلمانی هم هست و ببینید دیگه نمیخواد 90 صفحه بری، قشنگ تمام این سرتیتر یا به قول آمریکایی ها تاپیک رو نوشتن، شما اون وقت هر کدومش رو خواستی جالب بود برات میری دنبالش. دیگه یه خط، فقط یه خط نوشتن، مثل یادتون اون وقتا میگفت خلاصه اهم اخبار، یعنی خلاصه اخبار مهم براتون میگفت، اگه شما میدیدی چیزی که هست دوست نداری امروز خاموشش میگردی، برای خودت زخم صد روشن میکردی. ولی اگه یه چیزی گفته بود که اون نظرتو جلب کرده بود، شما یک ساعت اخبار ساعت دو بعد از ظهر رو گوش میدادید. ایشون هم گفته که تجمع کارگران بیکار شده کارخانه آراد غرب مقابل استانداری کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان، کارگر ایران خودرو مقابله امنیتی فقضا، کارگر ایران خودرو گفت یا نوشت مقابله امنیتی قضایی با فعالین کارگری راه به جایی نمیبرد. اعتصاب پرستاران و کارکنان بیمارستان شریعتی اصفهان. جوانمیر مرادی گفت بخشنامه دادگستری خوزستان علیه کارگران پتروشیمی ها، علیه کارگران پتروشیمی ها، علیه پتروشیمی های تمام ایران، اخراج 100 کارگر پیمانی شرکت راهن رجا و خطر اخراج بیخ گوش کلیه کارگران، عدم پرداخت حقوق و مطالبات حدود 1000 کارگر پیمانی این شرکت، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به مناسبت 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت علیه زنان، تجمع بازنشستگان البرز مرکزی سوادکو در اعتراض به عدم پرداخت 2 ماه حقوقشان، و خیلی دیگه از خبرها رو اینها اینجا گفتن. و اما هر از مدتی میبینیم که مثلا یک دانشجوی ایرانی در آلمان چنین گفت، یک استاد آلمانی به ایشان چنان گفت. حالا اینا یک دانشجوی افغانی گفته، من فکر نمیکنم یه دانشجوی افغانی بیاد بشینه برای شما که ایرانی هستی درد دل کنه و چنین حرفی بزنه. ولی میدونید دیگه، بیکاری هست و می نویسیم و پخش میکنیم و دلخوش میشیم به یکی دو دقیقه و میریم دنبال کارم. حالا ما فقط نقل قول، یک دانشجوی افغانی میگه زمان تحصیلم در سوئیس با یکی از اساتید دانشگاهمون رفتیم کافه نزدیک دانشگاه تا قهوه بخوریم. حرف از حکومت و اوضاع بد افغانستان شد که استادم حرف جالبی زد که همواره توی ذهنم نقش بست. استادم گفت فکر نکن برای کشورها قرعه کشی کردند و مردم سوئیس به خاطر شانس خوب در این قرعه کشی حکومت خوبی گیرشون اومده و مردم افغانستان بد شانس بودند و به این روز افتادند، بلکه هر ملتی حکومتی که سزاوارش هست رو میسازه و اتفاقا مردم سوئیس حقشون داشتن حکومتی به این خوبی است و افغانها هم لیاقتشون بیشتر از اینی که دارن نیست. دوستم میگفت کمی احساس تحقیر کردم، به همین خاطر پرسیدم افغانها چه کاری باید انجام دهند تا تغییر کنند. استاد فنجون قهوه را از کنار دهانش پایین آورد و لبخندی زد و گفت هر سوئیسی در سال 10 تا کتاب میخواند. تو اگر یک افغانی را دیدی از طرف من بهش بگو چنانچه مردم کشورت سالی یک کتاب بخوانند، کشور شما هم تغییر خواهد کرد. این راه حل به کشورهای مشابه نیز قابل تعمیم است. قانونی داریم که همیشه صادق است و اون قانون این هست که ما به محیطمان عادت می کنیم.
اگر با آدمهای بدبخت نشست و برخاست کنیم، کم کم به بدبختی عادت میکنیم و فکر میکنید که این طبیعی است. اگر با آدمهای قرقرو هم نشین باشید، عیبجو و قرقرو میشوید و آن را طبیعی میدانید. اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت میشوید، ولی در نهایت شما هم عادت میکنید به دیگران دروغ بگویید. و اگر مدت طولانی با چنین دوستی باشید، با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت. اگر با آدمهای خوشحال و پرانگیزه دمخور شوید، شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این هم برایتان کاملا طبیعی است. پس تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید، وگرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوید. خط آخرش هم نوشته: پس همین امروز به تلویزیون مردم بپیوندید، تلویزیون مردم را حمایت کنید، برنامه های سربی رو ببینید تا روز به روز مثبت‌تر و روز به روز پیشرفته تر بشید. باور کنید. میگید نه؟ اینها براتون میفرستن. این پایین نوشته. خب این هم نصیحت استاد سوئیسی به آقای افغانی بینامونشان که اسمی ننوشته. و اما این خیلی جالبه، یه عکسی گویا از زنای ایرانی هنرپیشه ها بوده و دیگر بان نوشته که روزنامه دولتی ایران، اسم روزنامه ایرانه، در اقدامی بی سابقه از اقدام خود برای پوشاندن موی چند بازیگر زن به طور رسمی عذرخواهی کرد. اینم خیلی جالبه. حالا بعد از آگهی که میبینیم این عکس ها رو، من اگه بتونم دوتاشو بغل هم میذارم بهتون نشون میدم، که آمدن عکس خانم ها رو، اونم تو ایرانی که الان دیگه حجاب میگن اصلا دیگه مانتو هم کاری نداره و مانتوهای شیشه ای آمده و نمیدونم خانم ها موهاشون اینجوری و پشت موهاشون اونجوری، کسی روسری نمیبنده، شال میندازن رو سرشون. اینها این احمق این روزنامه ایران آمده عکس این خانم ها رو خیلی بدجور فتوشاپ کرده و روی موهاشون رو پوشونده، بعد مجبور شده عکس حقیقیشون رو چاپ کنه و عذرخواهی کنه و گفته این یک خطای سهوی بود. آخه شماها دارید معنی عمدن و سهون رو هم عوض میکنید. عمدی، این عمدی بوده، چرا میگی سهوی بوده؟ در صورت اینم از این بتونم براتون بعد از آگهی بهتون نشون میدم. آگهی ما یه دونه است. شما دوستانی که بیزینس دارید برنامه ها رو نگاه میکنید، اگر به خاطر اینکه ای نکنه من در تلویزیون مردم برنامه بذارم یا آگهی بذارم و مشتریام کم بشه، باید از خودتون خجالت بکشید، چون شما نشون میده که اینجاها هم که هیچ کسی به شما فشار نمیاره، شما خودتون رو سانسور میکنید. پس برمیگردیم اون گفته، اون حرف معلم استاد دانشگاه سوئیسی درسته که میگه ماها لایق اون حکومتی هستیم که داریم. من و شما نباید تو اروپا و آمریکا باشیم. من و شما، گفتم یه دوست شیرازی داشتم، هی میگه برادر من تو بالتیمور رستوران داره و اینها، و گفت حالا میگم تبلیغ بده و اینها، حالا یا خودش ترسیده یا برادرش ترسیده، هیچ خبری اش نشد. آگهی رو ببینیم و برگردیم و با هم برنامه رو پی میگیریم تا ساعت 3:30، ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد یه ویدیوی جدیدی پر کرده و فرستاده و بهش تبریک میگیم. بالاخره بعد از چند مدت بنایی، گویا کار بناییش تموم شده، این اسباب اساسیه بنا رو گذاشته بیرون، خاکا رو تمیز کرده و با من و شما خواهم بود. حسن ارشاد از ایران، ساعت 4 بعد از ظهر از تلویزیون مردم روزهای جمعه. بریم ببینیم و آگهی رو برگردیم با شما باشیم. مرسی. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهنخانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند.
7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052. خب دوستان عزیز، ممنون از شما که هنوز هم با ما هستید. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید و برنامه ها رو اگر به طور کامل اینجا نمیبینید، دیر میشه، زود میشه، شما سر کار هستید، بعد از یکی دو ساعت خیلی مرتب، ما مرتبترین، منظمترین آرشیو یا بایگانی برنامه ها رو بین تلویزیون های ایرانی داریم. بدون چون و چرا ما شماره یک هستیم. به همین خاطر هم بعض وقتها این دوستان به ما میگن you are number one. مهم نیست، در صورت برنامه ها و آرشیوها رو میتونید، ویدیوها رو میتونید در صفحه بایگانی تلویزیون مردم ببینید. و اما من این خبر رو براتون بیارم، عکس ها رو نشون بدم، اگه بتونم دوتا عکس رو کنار هم بذارم تا شما در آن واحد مقایسه کنید که اینها چه کار زشتی انجام دادن. ولی یه امیدی هست که بالاخره ایرانی ها، بله این یه عکس، اجازه بدید من سیو ایمیج اینو بنویسم، یک مثلا ببینیم میشه همچین کاری بکنیم. اینا رو باید از قبل ما مرتب کنیم، منظم کنیم، متاسفانه هم تنبلیم. بله این عکس شما الان ببینید، قد کوچولو شد که نگاه کنید، این عکسی هست که موهای این خانم ها رو اینها آمدن و پوشوندن. میبینید مثلا اینجا انگار یه روزنامه کرده سر این خانم، یا این یا این. حالا عکس حقیقیش رو بذارید من بهتون نشون بدم، عکس حقیقیشون این هست. ببینید این خانمه موهاش اینجوریه، اون یکی موهاش اینجوریه، این یکی والا خیلی هم شیک، مرتب. من نمیدونم اینها دیوونه هستن، روانی هستن، عقب افتاده هستن. بابا ملت رو به حال خودشون رها کنید. اگر شما کارتون درسته، مردم میان سراغتون. حالا تازه این واتیکان رو نمیدونم، دوستان یهودی و اینها که اینقدر کارشون هزار تا اشکال داره، باز اونایی که طرفکار چیزشون هستن میرن سراغشون. شنبه ها برید ببینید کلیساها چه خبره، یه شنبه ها برید ببینید کلیساها چه خبره، خجالت بکشی. دوستان عزیز با سلام، ما در سازمان مجاهدین خلق ایران منشعب از فرقه رجوی درخواست داریم که مقاله فراخوان برای نجات جان ساکنین لیبرتی را از لینک زیر منعکس فرمایید. خب ببینید دوستان، شما هم که جدا شدید از سازمان مجاهدین، اگر خرج نکنید بیمایه فطیر. آقا این مقاله رو شما زحمت میکشی، یه روز دو روز مینویسی، برای دوستانت میفرسی. دوستانت معمولا کیا هستن؟ همفکرای شما. اگه شما میخوای این رو به دیگران انتقال بدی، باید بری جاهای مختلف، بیای مثلا رو فیسبوک تلویزیون مردم برای 7700 نفر بفرسی با 10 دلار، بیای تو تلویزیون مردم همون فراخوان رو بخونی، متنش رو ما نشون بدیم با 15 دلار، 20 دلار، 30 دلار. اگه بشینیم تو خونه هی بنویسیم، هی به دیگران بگیم به صورت التماس لطفاً برای دیگران پخش کنید، سوربی هم 5 روز، 10 روز، یه ماه این کارو میکنه. بعد میگه آقا من بلنگوی شما بشم مجانی، اقلا اگه فوش میخورم بابتش بتونم حرف خودم بزنم. چجوری؟ هزینه بگیرم، با اون هزینه کارهای خودم را بندازم، حرف خودم رو پیش ببرم. یه مقداری باید به اصطلاح یاد بگیرید که در دنیای امروز هیچ چیزی مجانی نیست. و اما از نشریه هفته صحبت کردیم و یک مقاله اینجاست، من براتون میخونم. داعش، عربستان، ایالات متحده و معاملهی که، بله این هفته میبینید، هفته این علامتش خیلی هم ساده هست، هفته.ca. و خانم شایسته الهامی هم اونجا مقالاتی رو به صورت
یا ترجمه میکنن مینویسن، یا بالاخره نظرات خودشون. اون کسی هم که مقاله ای رو ترجمه میکنه به اصطلاح چیزی رو که دوست داره ترجمه میکنه و در نشرش و در به اصطلاح پخشش کوشش میکنه. داعش، عربستان، ایالات متحده و معامله های میلیاردی اسلحه. خانم شایسته الهامی میگه که به مناسبت جمع شدن کشورهای گروه 20 در ترکیه، آقای اوباما ملاقات دو جانبه‌ای با پادشاه عربستان داشت. این ملاقات روز یکشنبه 15 نوامبر، دو روز بعد از حمله خونین پاریس صورت گرفت و روز بعد از این ملاقات پنتاگون فروش بیش از 1 میلیارد دلار بمب هوشمند به عربستان سعودی برای ادامه حمله به یمن را تصویب کرد. روز 17 نوامبر در برنامه دموکراسی ناو مصاحبه با آقای عبدالباری اطوان انجام شد. این مصاحبه به معامله میلیاردی فروش اسلحه به عربستان سعودی می‌پردازد. این مصاحبه شامل دو قسمت است که در اینجا ترجمه قسمت اول را می‌خوانید. عبدالباری اطوان روزنامه نگار و تحلیلگر فلسطینی تبار ساکن لندن بریتانیاست که توانسته بود دو بار با بن لادن مصاحبه کند. عبدالباری اطوان میگوید عربستان محل اصلی اسلام افراطی در خاورمیانه و تمام دنیای اسلام است، چرا که ایدئولوژی القاعده یا خلافت اسلامی همان ایدئولوژی وهابیسم است که ریشه آن به سال 1704 تا 1706 برمیگردد که توسط محمد ابن عبد وهاب پایگذاری شد. بنیانگذاری این ایدئولوژی در آن زمان هم دقیقاً همان وحشیگری و کشتار و قتل عام‌ها را در کربلا و نجف انجام دادند. بنابراین حالا عربستان با همکاری قطر و ترکیه نوعی همکاری را شروع کردند که سوریه را هدف گرفتند تا به حال میلیاردها میلیارد دلار برای سرنگونی اسد صرف کردند، آن هم برای انتقام شخصی از اسد به خاطر آنکه اسد آنها را تحقیر کرده بود. آنها فکر می‌کردند در عرض چند هفته و حداکثر چند ماه خواهند توانست اسد را سرنگون کنند و به همین خاطر با صرف میلیاردها دلار هزاران جوان را با دادن پول و اسلحه تشویق به جنگ علیه اسد کردند. غرب متوجه این مسئله نشد. آنها به وسیله عربستان، ترکیه و قطر گمراه شدند و در حال حاضر هم میگویند بشار اسد باید برود و این از نظر غرب اشکالی ندارد. غرب در مورد لیبی و رفتن قذافی و همچنین در مورد یمن هم همین کار را کرد. چه اتفاقی افتاد؟ آیا توانست لیبی را بسازد؟ در عراق چطور؟ اصلا چه کسی جایگزین اسد خواهد شد؟ آیا بعد از رفتن اسد دموکراسی برقرار خواهد شد؟ یا اینکه درست مثل عراق و لیبی کشور به میدان جنگ میان فرقه های مختلف تقسیم خواهد شد؟ این مقاله جالبیه، ولی اجازه بدید من به همین جا بسنده کنم و اگر این مقاله رو میخوان یا از وبسایت خودشون یا ایمیل بزنید تا من لینکش رو براتون بفرستم. از خانم شایسته الهامی هم بسیار ممنونم. و اما یه داستانی هست، ما اون روز داستان ملا نصرالدین رو خوندیم. شما دوستان مثل که خیلی خوشتون اومد و استقبال کردید. حالا ما بیشتر براتون این رو بخونیم، ملا نصرالدین و ماجرای پاپوش یا مرغ همسایه قاز است. ببینیم چی نوشته. بله، کامرای دو اینجا. خب، مرغ همسایه قاز است. حتما این ضرب المثل رو شنیدید. میگن ملا نصرالدین برای خرید پاپوش نو راهی شهر شد. پاپوش نو لابد کفش میگن دیگه. در راسته کفش فروشان انواع مختلفی از کفش ها وجود داشت که او میتوانست هر کدام را که میخواهد انتخاب کند. فروشنده حتی چند جفت هم از انبار آورد تا ملا آزادی بیشتری برای تهیه کفش دلخواهش داشته باشد. ملا یکی یکی کفش ها را امتحان کرد، اما هیچ کدام را باب میلش نیافت. هر کدام را که می پوشید ایرادی بران وارد می کرد. بیش از 10 جفت کفش دوربر ملا چیده شده بود و فروشنده با صبر و
حوصله هرچه تمام به کار خود ادامه میداد. ملا دیگر داشت از خریدن کفش ناامید میشد که ناگهان متوجه یک جفت کفش زیبا شد. آن را پوشید، دید کفش ها درست اندازه پایش هستند. چند قدمی در مغازه راه رفت و احساس رضایت کرد. بالاخره تصمیم خود را گرفت، میدانست که این کفش ها را باید بخرد. از فروشنده پرسید قیمت این جفت، این یک جفت کفش چقدر است؟ فروشنده جواب داد این کفش ها قیمتی ندارند. ملا گفت چطور چنین چیزی ممکن است؟ مرا مسخره میکنی؟ فروشنده گفت ابدا. این دیگه خیلی جالبه، تبلیغ عضویت مجله اینترنتی آورده وسط این جوک ملا نصرالدین. خب دیگه هر کسی بینید بهتون میگن هیچی مجانی نیست، به من میگه اگه شما میخوای مجانی اینو بخونی مجانی باید آگهی ما را هم ببینی. فروشنده گفت ابدا این کفش ها واقعا قیمتی ندارن، چون کفش های خودت است که هنگام وارد شدن به مغازه به پا داشتی. نکته این داستان زندگی اکثر ما انسان هاست. همیشه نگاه ما به دنیای بیرون است. ایدئال ها و زیبایی ها را در دنیای بیرون جستجو میکنیم. خوشبختی و آرامش را از دیگران میخواهیم. فکر میکنیم مرغ همسایه غاز است. خود کمبینی و اغلب خود نابینی باعث میشود که انسان خیشتن را به حساب نیاورد و هیچ شانسی برای خودش قائل نباشد. ما چنان زندگی میکنیم که گویی همواره در انتظار چیزی بهتری در آینده هستیم، در حالی که اغلب آرزو میکنیم ای کاش گذشته برگردد و بر آن که رفته حسرت میخوریم. پس تا امروز دیر نشده قدر بدانیم و برای آینده جای حسرت باقی نگذاریم. خب این کاری به مرغ همسایه غاز است نداشت حقیقتا، ولی اب نداره. خب وصیت‌نامه شاه. حالا هفته آینده چهارشنبه وقتی که آقای آریانپور تشریف آوردن اینجا احتمال زیاد درباره وصیت‌نامه شاه صحبت میکنیم، ولی چون یکی از دوستان این رو فرستاده من این رو براتون یه قسمتش رو میخونم و خودتون اگه خواستید برید دنبالش پیگیری کنید و به اصطلاح بخونید یا ایمیل بفرستید تا من براتون این رو بفرستم. لینک هست و پی دی اف و اینها. درباره وصیت سیاسی شاهنشاه آریامهر در پیگیری که به دنبال انتشار تز گروگان سلطنت نوشته استاد امیر فیض انجام شد، نسخه ای از وصیت‌نامه از آرشیو نگارنده و نسخه ای هم از سوی یک همرزم به من ایمیل شد که هر دو دارای سکته های انشایی بود. امروز متنی بابا این همین که حسین کمپانی اسم کثیفش رو گذاشته، این اصلا باید بریزی تو سطل آشغال. علی عزیز این حسین کمپانی واقعا وقتی میره یه جایی بو گندش همه رو خفه میکنه، ولش. خب و اما نیاک، گفتم سازمانی که خیلی فعالیت کرده و فعالیت هم که کرده درست بلده، همون راه و روش آمریکایی‌ها رو رفته یاد گرفته، با راه و روش خودشون باهاشون کار میکنه. اینجا به خاطر دیروز که تنکسگیوین بوده همه به هم تبریک میگن، میگن هپی تنکسگیوین، یعنی روز شکرگزاری، شما هم شاد باش میگن، شاد باش. اینجا نوشته که thankful for the Iran deal and all our supporters who are advancing peace and diplomacy. نیاک هم اینجا میگه ما هم از شما افرادی که حمایت کردید، مثل ما هم فکر ما هستید، آقای حسن داعی الاسلام، که شما از این تلویزیون به اون تلویزیون، از این تلویزیون به اون تلویزیون، الان هم کاری که میکنی دیگه شدی همداستانی آقای مراد برقی، پرویز کاردان و دیگه بدبخت زلالت تا چه حد. اینا تو نمیفهمی اینا برای که برنامهشون پر بشه از وجود تو دارن استفاده میکنن. بیا قشنگ بگو به مردم چی هستی؟ طرفدار مجاهدینی؟ طرفدار چی هستی؟ برنامه چیه؟ به مردم بگو بیان بده پیوندن و ببین کسی پشت سرت هست یا اینکه چون فامیلیت رو دروغ میگی، خودت رو دروغ میگی، چهار نفر بهت زنگ میزنن، چهار نفر به به و چه چه میکنن با پولای مجاهدین، شما هم این ور اون ور میپری. در صورت این هم از نیاک براتون پخش نشون داده. و اما باز مهدی ذوالفقاری دوم آذر هم اون رو فرستاده و مثل اینکه همینجا ما باید
از شما خداحافظی کنیم، چون رسیدم به اون درس زندگی در 30 ثانیه از گاندی که وقتی پسرش بهش دروغ گفت، گاندی نایر خانم پسرش رو کتک نزد، پسرش رو متهم نکرد، گفت ای داد بر من، من چه اشتباهی کردم که محیطی درست کردم که پسر من امروز به من دروغ بگه. یکم اینو بذارید، اگر شاه گاندی بود، اگر شاه شخص خوبی بود، اینجوری باید فکر میکرد، نه اینکه هرچی آدم وطن پرست و هرچی آدم دانشمند بود از خودش دور کرد، یک مش آدم زنباز، یک مش آدم قمارباز، یک مش آدم احمق رو دور خودش جمع کرد و ایشون در بین کوتوله ها قد بلند بود، در بین کورها بینا بود، در بین بی سوادها سواددار بود. شما اگه یک کلاس درس خونده باشید، وقتی توی جمعی باشید که همه بی سوادن، شما اونجا با سواد میشید. در صورت امیدوارم این نیه خانم دعوت من رو قبول کنه و یه روز بیاد به قول معروف روی ایر، روی هوا، روی آنتن ما سنگمون رو با هم وا بکنیم. چون من به ایشون گفتم شما بیا حرفاتو بزن، بعدم من حرفامو میزنم. ایشون گفت نه من همچی کار نمی کنم، من حرفامو بزنم برم، بعد شما پشت سر من هرچی بخوای بگی. چشم، قشنگ مثل دوتا انسان پیشرفته قرن 21، مثل یه برادر خواهر، مثل برادر خواهر که همش دعوا میکنه، مثل یک برادر خواهر میشینیم با هم صحبت میکنیم، مردم رو به قضاوت میطلبیم. از اینکه با تلویزیون مردم بودید بسیار ممنون و متشکرم. لطف کنید، به آخر ماه داریم نزدیک میشیم، حتما حمایت کنید تلویزیون مردم رو، حتی اگر شده 1 دلار، 5 دلار، 10 دلار. من افتخار میکنم که بزرگترین توهینی که به تلویزیون مردم میشه، میگن تلویزیون مردم تلویزیون اجارهی مردم. چه اشکالی داره؟ بهترین ماشین هایی که توی شهر هستن تاکسی های اجارهی هستن که به جایی که یه نفر آدم بشینه توش صبح ترافیک درست کنه، این تاکسی از صبح تا شب 100 نفر رو به مقصدشون میرسونه و ترافیکی هم تو شهر ایجاد نمیکنه، چون خیابونها رو بلده، تصادفی ایجاد نمیکنه. پس ما افتخار میکنیم، من افتخار میکنم برای اینکه با شما باشم، حاضرم 1 دلار، 5 دلار، حالا شما اسمشو گدایی میذارید، گدایی بذارید، من اسمشو همیاری میذارم، همیاری دریافت کنم از دوستان، ولی بیام حرفم رو بزنم. من افتخار میکنم که کاری رو که دوتا حکومت دیکتاتور پادشاهی که منجر شد به آمدن شیخ و آخوند، و حکومت شیخ و آخوند که دیکتاتوری هستن، تلویزیون رو به شما نمیدن که شما بتونید توش حرف بزنی، ولی تلویزیون مردم با یه مبلغ بسیار کمی هزینه رو که شما پرداخت کنید میتونید بیان حرف بزنید. دیگه چیزی دیگه ای میخواید؟ گفت اگرم مرگ میخوای پشت برو عراق. این هم برنامه امروز ما، 40 دقیقه دیگه ساعت 4 بعد از ظهر برنامه آقای حسن ارشاد پخش میشه. و شما هم اگر کسی رو دوست دارید، ویدیوهای کسی رو قبول دارید، کسی رو مخالفتون هست و میخواین اون رو بیارید توی تلویزیون صحبت کنه و شما به اصطلاح فرصتی پیدا کنید که درباره اون صحبت کنید، از تلویزیون مردم استفاده کنید. ما همیشه گفتیم یک تلفن، یک تماس از شما، دنباله کار از ما. روز و روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن با شما خواهیم بود. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزار. به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. مرسی.